تشکر تیمور جان از یک ما را جوین کردی. ما تو میخواییم امروز کمی صحبت سر زمین ویدیویی که طول نیوز پخش کرده سر زمین داشته باشیم. ما پرسنلی فکر میکنم که این افکت هسته و پیش از یک ما تو شروع کنیم باید ما یک دیسکلیمر اینجا بیتیم که ما اکسپرت نیستیم. بله. انسان های تکنیکی هستیم که بعضی چیزها رو درک کنیم، اما یکی به ما من حیثی یک اکسپرت گپ بزنیم اکسپرت نیستیم. بله. ما یک چند تا چیز اینجا هایلایت میکنم تیمور جان که در هر کدامش جدا جدا گپ بزنیم. درسته. من یک سکرین شات میگرم که بتونیم سرش صحبت کنیم. آلی سکرین شات ما گرفتم میبینی؟ بله میبینم. اوکی. ما فکر میکنم که نمی ویدیوی روز است با خاطر از اینکه سایه ها و چیزها رو میبینی نه؟ ببخشید ما با این که ویدیوی روز است شک نداره. ما یک مقدار تحقیقات راجع به این تصویر کردم قبل از اینکه مثلا برای کسایی که بیننده یا شنونده است چند تا گفتنی داشتم و گفتنی های من ایست که ما امروز یک فیلم از بامیان تیوی دیدم که یکی از خبرنگاه بامیان رفته بود دمی سایه و از اون نقطه فیلم برداری کرده بود و در اونجا متوجه از این شدم که از برای بامیان تیوی فکر نکنم اجازه داده باشه که بر از نزدیک فیلم برداری کنه و خب بالاخره برمیگردیم به این بس و به یادم بینداز که برمیگردیم به این بس که بازی به خاطر بس مهم است برای بعدن. خب برمیگردیم به مضمون، بلکه این مسلمه که تصویری است که در روز گرفته شده 100% و ما برای که مدارک یا مثلا گفتنیایی که چرا برای روز دارم به خاطر مسئله بامیان تیوی آمد. بامیان تیوی فیلمی که امروز گرفته در واقع در بعد از ظهر است به خاطر که از سایه امو علفایی که در این منطقه که هلیکوپتر سقوط کرده سایه‌اش دیده میشه که افتاب بعد از ظهر است و افتاب از غرب به طرف شرق میزنه و در تصویری که فعلا میبینیم آقای عنیف به نظر من امی تصویر تصویری بعد از ظهر است به خاطر که سایه هایی که مثلا در این مقر افتاده سایه است که افتاب بالای سر است و افتاب از طرف به طرف غرب است. چون در این تصویر وقت ما میبینیم در واقع ما متوجه سایه نمیشیم. گفتی چرا؟ چون سایه هایی که از ساختمان ها یا از گیاه ها افتاده زیر پایشان است و این تصویر دیدن. درسته، اما فکر میکنم تصویر خیلی واتر گریس کردش بالا برده، خیلی چیز مثلا کوالیتی خود از دست داده است این تصویر. ما در این نکته میخواستم یک چیز برای شما عرض کنم آقای عنیف. اگر شما متوجه هلیکوپتر شون میبینی که یه کامرایی که مثلا به نظر کسایی که فیلم گرفته از لحاظ تکنیکی خودشان ایست که توسط ترمال ایمیج کامرایی که ترمال ایمیج یا کامرای حرارتی گرفته شده. پیش از اینکه ما سر از او بحث بریم، کامرای حرارتی یعنی به انگلیسی برایش میگه ترمال ایمیج، این قسمی کار میکنه که حرارت از همدیگه تفکیک میکنه، مثلا اشیایی که حرارت داشته باشد یا گرمتر از اشیای دیگه باشد با تصویرهای مختلف نشان میده. فرض مثال یا مثلا دو تا نشان میده. این اول کس تمور یکم تشریح بده همینج. مثلا در کامرای ترمال ایمیج رقم است که ما عموماً اجسام گرم کس از خود نور به نام انفرارد پخش میکنه. بله. انفرارد کس ترمال امو ترمال است که ما میبینیم. و عموماً در اون کامرا کس در توسط که کامرا کار میکنه مثلا یک بخش سرد زمین با بخش گرم زمین کنتراست میکنه نورش. درست. اگر ما میتونیم دو نوع تصویر داشته باشیم، مثلا در این تصویر میتونیم مناطق گرم به صورت روشن نشان بدیم و مناطق ظرف به صورت از خیره یا تاریک نشان بدیم و همچنین سرچپیش هم امکان داره، ولی بستگی به این داره که مثلا در این موضوع اینا به چی صورت تصویر گرفته. خب اینا شاید فکر کرده که انسان ها ساده است بالاخره نمیفهمن. درسته. خب حالا بگذاریم که این کاملا معلوم است که فیلم روز است. دقیقا. هیچ فیلمی به چی نداره. فیلم روز است و از بین دو تا سه. خب من کار یک چی میکنم؟ من ویدیو رو کسی پلی میکنم. و ببخشی آقای عنیف مکس یک گپ داشتم اینجا. بفرما. گپ من اینجا بود که یک از تقلبایی که خیلی مثلا واضح است برای کسایی که مثلا به یک تصویر دقت میکنه ایست که اگر امو خود هلیکوپتر اگه ببینیم یک چیزی امو میخواستم راجع به کامرا بگم، یک بخش به نام انگلیسی کارزار میگن نه چارپر است. بله. یه چارپر در سر هلیکوپتر فوکاس شده
ولی اگه متوجه شین میبینه که او چارپر خیلی ضعیف شده، یعنی ریزولوشنش به اندازه‌ای آورده پایین که شاید انسان‌های معمولی تشخیص داده نتونه را. خب گاوی ما در این نقطه اینجا بود که اگر این تصویر هلیکوپتر یا مثلا نفرایی که در پشت سرش است و تصویر می ساختمان زمین رو اگر یک کامرا گرفته میشد، اگر اینا این ریزولوشنش ارتاش اگر یک کامرا گرفته شه، خب اردو ریزولوشن باید بره پایین. خب پس چرا در این تصویر ما میبینه که ریزولوشن کروسر خود بخی کاملا از دست داده، در حالی که خطای ساختمان ها و در بک‌گراندش به صورت واضح دیده میشه. خب ما به یک نتیجه رسیدیم که این دو تا تصویر از یک کامرا گرفته نشده. به خاطر که اگر یک ریزولوشنی که مثلا روی هلیکوپتر است و کروزرش اونقدر ضعیف شده که قابل تشخیص نیست، پس در اون صورت اگر از یک کامرا می بود، اون خطای ساختمان‌ها و خطایی که زمینای پشت‌سرش است، اونا به اون صورت باید پیکسل یا ریزولوشن خب باید از دست میداد. خیلی خوب، چیز خوبی شده که من می‌خوام دوستای محترم امیر هایلایت کنم. به خاطر از یک کامرا گرفته نشده. ساختمان رو می‌بینی به یک ریزولوشن بالا، آدم خیلی واضح می‌بینه. در حالی که هلیکوپتر ریزولوشن خود از دست داده و کروسر که تصویر گرفته شده ریزولوشن خود کاملا از دست داده. درسته، هلیکوپتر کاملا چیزش خیلی کم است همی کوالیتی فیلم، و اگر شما بینی ساختمان ها دقت کنین کسا میبینین که اینا خیلی با یک کوالیتی اینمی تصویر یا اینمی پیکچر با اینمی هلیکوپتر فرق میکنه. خب بیا کاستاستا پیش بریم، چون خیلی چیزای دی فیلم رونگ است، کسایی که فیلم ادیت انجام داده خیلی کار خیلی غیر مسلکی انجام داده. پس اضافه کنم برادر، نقطه دیگه ایست که اگر ما خوب به هلیکوپتر فکر سعی کنیم، در تصویر اول میبینیم که هلیکوپتر از زمین بلند میشه و چند نفر در زمین نزدیکای هلیکوپتر وجود داره، ولی وقتی که هلیکوپتر در نزدیک است ما میبینیم که اون نفرا از سایز یا اندازه تنش نسبت به هلیکوپتر کلانتره. هلیکوپتر خیلی به نظر به تصویر خرد میخوره. یعنی ما که مردمای ما در افغانستان که 2 متر 3 متر نیست که 2 متر 3 متر باشه، در حالی که هلیکوپتر خب طولش حداقل 10 متر شاید باشه دیگه، عرض پکایش حداقل بالای 10 متر باید باشه. پس نفرایی که در روی زمین هست سایز بدنشون نسبت به سایز هلیکوپتر کلانتره. بسیار خوب. و همچنین ما میبینیم که اگه فکر کنم مثلا این تصویر ما در روز گرفتیم، خود در اونجا میبینیم که افتاب از زمینا روشن است، تنها چیزی که من متوجه نمیشم سایه هلیکوپتر کجاست. هلیکوپتر باید در جای روز زیر پای خود با سایه پرتاب، ولی در حالی که میبینید هلیکوپتری سایه نداره. بسیار خوب. خب بخاطر اینکه ویدیو رو شورت بسازیم بیا که کم پیش بریم. بله بله بره. خب ما دوستان مثلا من ویدیو رو کسی چی میکنم تر میکنم در جاهایی میرسیم که خیلی جالب است برای ما. اگر ما تا دقیقه ویدیویی که شما مشاهده میکنین کسی ویدیویی است، خود می ویدیویی تلو نیوز بیرون داده بود، تنها کار که ما انجام دادیم کسی خیلی چیزش پایین بردیم، همی فریم پر سکنش پایین بردیم، یعنی در هر ثانیه در واقع یک فریم کسی در روی سکرین شما میبینین. ویدیویی که تلو نیوز بیرون داده بود یک ویدیوی 20 ثانیه‌ای بود، چون اگر ما اگر جدا از ویدیو جدا کنیم که اصلا تبدیل میشه به چندین هزار پیکچر. در واقع ما هیچ ویدیو رو تغییر ندادیم، فقط کاری انجام دادیم که ما ویدیو رو خیلی اسلو پلی کنیم، کدام کوالیتی ما از دست نمیده این کار انجام بدیم. به نام لاسلس چی میگه؟ لاسلس کنورژن؟ Slow frame میکنم برای Why are you not going forward? Okay. چیزی که ما ببینیم تیمور خیلی نمی ویدیو یک فیلم یا یک خیلی فاست موف کنه با یک قسم چیرک در روی صفحه میبینی، مثلا خیلی همه چی خرت پرچ ده اینجا گفته خود ما، یا یکی کسی کار انجام داده که است واقعا کار بعد انجام داده، یعنی ناشی بوده اون پروفشنال بوده. خب ما که فیلم پلی میکنیم، ما هم ویدیو رو کسی باز یکم ادیت میکنم قد میکنم باز جای جر بخاطر که دراز نشه. خب ولی ما چند تا نکات خیلی مهم اینجا داشتم، مسئله ترمال ایمیج اومد اینجا. مثلا فکر کنم اگه این تصویر ترمال ایمیج باشه که هلیکوپتر تیر است و چند نفره که در اون مقر اگه میبینید پشت سر
اونام به رنگای تیره دیده میشه. سوال ما در اینجا بود که آیا در مقر فقط این سه چهار نفر که در روی زمین است وجوده، دیگرای اینا کجاست؟ در این مقر میبینه که تقریبا خالص فقط سه نفر وجود داره. و همچنین اگر میبینه که مثلا یک انسان تن شرارت نشان میده و در تصویری ترمال ایمیج مثلا اینا رو تیره نشان میده، چرا این رودخانه که اوی که از پولو رفته یه هم رنگ تیره داره؟ این باید رنگ مخالفی تیرگی میداش، باید خیلی روشن میبود. این رودخانه یه رو میگه نه؟ بله امون رودخانه رو میگه، از اینجایی که مشخصه رنگ تیره داره و بله. مثلا برف که میبینی، برف هم باید اگر در اون صورت اگر او یخ هسته، خب برف هم یخه، باید برف هم باید تیره میبود. بله خب گب اینجاست که این تصویر توسط یک کامره معمولی و برنگ سیاه و سفید گرفته شده که یک تصویر دیگر اینا بعدن در روش اضافه کرده به نظر من. درست. اینا خیلی نزدیک میشه، اینا راکت میخوا خیلی. من یه ویدیو رو کمک پس میبرم تیمور اگر بیتونم وقتی که کنترل ما کم. اگر شما متوجه شون راکت که از اینجا زیر یک پیکچر دیگه گم میشه، زیر یک تصویر دیگه گم میشه. شاید اونجا ما که بگیم بعضی ما بحث کنیم که بخاطر که راکت هم سیاست دیوار هم سیاست نمیبینیم خسته، خب راکت رو فوروارد میکنیم. اگر یک لحظه دوستای مطرم مشاهده کنین این میبینین راکت زیر یک تصویر دیگه میره کاملا. مثلا این منطقه که شما سعی کنین این راکت بود، خب این ویدیو از چندین تا ایمیجای مختلف ساخته شده. مثلا اینی خودش یک ایمیج است، عکس و اینی خودش یک ایمیج است. اینا رو به نام لیر میگن، هر لیر جداگانه است، لیرهای مختلف است. و اینی راکت خودش یک تصویر دیگه است، یک لیر دیگه است. خب کسایی که کار انجام داده متوجه نشده که باید راکت همیشه در لیر بالا باشد. یعنی اینجا کار ناشیگری کده لای دیوار تر شوی از جای مثلا اینجا ناشیگری کده راکت از دینی لیر کسی زیر لیر میشه او رم یا ترانزیشن شب نبوده کسی باز دوباره. اگر شما متوجه شنین مایر پلی میکنم آله تا فقط اینجا خوب دقت کنین بخاطر که یک چیرک سعی میکنین با جاهای خیلی ظریفش برای یک چند ثانیه دقت کنین میفهمین که همه چیز اشتباهات خیلی زیاد دارد. و دومی که چیزی که شما گفتین تیمور فیزیک، مثلا من خودم فیزیک درس خوندم، خیلی سال هاست با فیزیک سر کار دارم. ما این میفهمیم که یک جسمی که با خیلی سرعت بالا در هوا حرکت کنه مثلا لایه بیرونیش کس خیلی گرمه. بخاطر چی؟ بخاطر که با مولکول های هوا برخورد میکنه و یک استکاک ایجاد میکنه گرمه. ما میبینیم که اطراف راکت چی داره؟ سفید است. مثلا این متقرک سیکنه اطراف سفید است، خود راکت سیاس، اما پلوم راکت یا مو چی میگن در فارسی گاز که بیرون میته سیاه نشان میته. این کاملا نشان میده که فوتوشاپ ادیت شده به خاطر پیکسل های سفید دور بر راکت دیده میشه. بله ها. خب ما چیکار میکنیم؟ دوستان مثلا خیلی دقت کنین دینمی مندقه نصف راکت فعلا زیر یک لایه دیگه گم است. ما ویدیو رو پلی میکنم، خب متوجه باشین چی اتفاق میفته اونجا. دیدی که راکت از زیر یک لایه دیگه شوت میکنه بیرون میاد، اینی مندقه دوباره زیر یک لایه دیگه میره. اگر شما متوجه شدین سر راکت آلدری زیر یک لایه دیگه است. باز من دوباره کانتینیولی پلی میکنم، دیدی زیر یک لایه دیگه رفت، زیر لایه دیگه رفت. ما اینجا میخوایم کسی خوب دقت کنین. ما در این نظر هستم که هلیکوپتر بدون از اینکه راکت در هلیکوپتر بخوره سقوط چی میشه، منفجر میشه. و همچنین اگه متوجه همون فریم پیش ببرین میبینی که بعد از انفجار راکت همون تو ادامه میته در خط راست. سر از اومه ایم کسه، سر از اومه ایم. ما میره خیلی آستا پلی کنیم. ما فکر میگم هلیکوپتر آلردی منفجر شده، راکت هنوز نخورده. شما ببینید کسه آلردی دود انفجارات که اینا در ویدیو نشان میده آلردی در حال پخش هسته. ببین راکت
فعلا در کجاست؟ مثلا اگه ما امی فریم در نظر بگیریم، این راکت آلیدی کسته موتا سهه و سالم از هلیکوپتر رد شده. موافق این تیمور شما بایی؟ بله. این راکت است خواه؟ ایچ خیلی کار ناشی انجام داده، اصلا کسی نیمی راکت منفجر نشده. اوکی. اگه متوجه شین مثلا اینا تظاهر میکنه که وقتی انفجار میشه خب مسلم یک عرارت زیاد پخش میشه. بله. ما در این تصویر میبینیم که دودی سیاهی پخش شده در حالی که مثلا دود گرم است و حرارت گرم، در حالی که رودخانه و دیگه جای امرنگ زویه، مثلا دیوار پیش سرش هست که این سیاه، باید که بگی دیوارم خیلی گرم باشه مثلا. بله. اوکی. Let's continue. بیا که پیش بریم. فکر کنم میس کردیم راکره یا نه؟ نه خب گذشته از اونجا ببخشی از آقای عنیف، ما یک چیزی متوجه شدیم در بامیان تیوی امروز. خب؟ خب گب اینجا بود که یه هلیکوپتر اونجا سقوط میکنه و هلیکوپتر عرف که در زمین برخورد کنه، خب بالاخره باید در اون جایی که میگه ایمپکت ایریا میگه باید چکوری ایجاد کنه یا مثلا خاک زمین تیله کنه مثلا یا گیاه ها رو بیش کنه در سر رای خود. بله. اگر کسایی که بره بامیان تیوی اون نقطه که در اون بخش که هلیکوپتر سقوط کرده اگر ببینین میبینه که او زمین اصلا از اون منطقه ایمپکت نداره، فقط که بگه یک جسم در روی زمین مونده و خلاص. تنها چیزی که اینجا دیدم میشه اگر گیاهه، گیاهی که مثلا با فاصله یک متر که تا هلیکوپتر وقتی برخورد کرده که یعنی خودش پرچه پرچه شده ولی نتونست یک گیاه رو که خود بشکنه. در حالی که در منطقه زمینای آبی است، زمین گلی داره خیلی نرم، یعنی اگر هلیکوپتری که 2 تن وزن داره که وقتی در زمین برخورد بکنه بده یک چکوری زیر پای خود ایجاد کنه. درسته. یک چکوری هم ایجاد نکرده در اونجا. خب یک چیزایی که ما از دیگر جا استدلال میکنم، فعلا کسی فقط روی زمین ویدیو که بدین تیمور جان بله. من ولی کسی چی رو موو میکنم شما ببینین کسی تراجکتری همی جایی که راکت حرکت میکنه از قانون فیزیکی میگه یک جسم به جسم دیگه اگر برخورد کنه مسیرش تغییر میکنه، نظر به مومنتومش فرق میکنه. اگر مثلا ما یک چیر با یک گلوله بزنیم، یک گلوله کسی اگر یک جسم کلان باشد و زخیم باشد گلوله پارچه پارچه میشه، در واقع ذوب میشه به نظر به مومنتومش. این انرژی خیلی بالا داره که گلوله رو تبدیل میکنه به پارچه های مختلف. همچنین راکت، اگر شما راکت در نظر میگیرید نسبت به یک هلیکوپتر که یک چیز خیلی خرد است، نه از این تصویر ما میبینیم که مثلا راکت یک صدم هلیکوپتر شاید باشد، اما طول راکت 1.5 متر به نظر میرسه. اما این راکت درست سرعتش بالاست، اگر دیگه هلیکوپتر میخورد هلیکوپتر اولی که جا در جا چی نمیشد، منفجر نمیشد، باید کسی خیلی هلیکوپتر را کسی تکان بزرگ میداد در جای دیگر به جهتش کاملا تغییر میداد. یک و دومی که راکت باید اگر هم خودش مثلا پارچه هایش کسی جای دیگر میرفت باید مسیرش تغییر میکرد. اما شما من برای شما کسی سکرین شات میکنم، مسیر راکت این از یک قسم از این طرف میامد نه؟ بله از طرف شمال شرق میاد. یعنی اگر ما چی باشه؟ اگر شما ایرا استریت لاین هم کسر ازی بگذاریم هنوزم امو مسیری که راکت در حال پیمودن است هنوزم میپیمه، امو مسیر رو میپیمه نه؟ مستقیم میره. ایت تغییری در اون آمده در مجهدی که راکت در حرکت بود، شما با این موافق هستن نه؟ ولی یک باید آنایی فکر گب اینجاست که راکت ها رو کس چی داره زی؟ اپروکسیمیتی سنسر داره. خب بعض وقتا اگه راکت که مثلا از پولی اگه هلیکوپتر هم که تر میشه او خود منفجر میکنه، ولی منظور اینجاست که وقتی یک راکت منفجر شد چیزی دیگه از او پیش نمیره دیگه، یعنی راکت پرخچه پرخچه میشه ولی چیزی نداره که از او مثلا مسیرش تعقیب کرده بره. درست. اوکی. ما دوستان با ویدیو رو کسی منولی کسی چی میکنم شما متوجه شده ویدیو، یعنی می راکت رو تعقیب کن، اگر دیگرهایش که میگین همه چیزش صحیح نیست فقط راکت رو تعقیب کن، ایج عقل سلیم اجازه نمیده که راکت به هلیکوپتر بخوره، مرحوم راکت راکت رو زیر لایه های مختلف گم شده. من کسی منولی تعقیب میبینه راکت رو پایین اسکرین رو ببینید زیر تلو نیوز چی را سعی کنید راکت، من یک کم
دوباره کس پلی میکنم سلو ببینیم اصلا راکت نمنفجر شده دیگه، فقط چیزی که انجام داده تیر میشه میره، ما چیزی که انجام داده فقط کوالیتی زور پایین برده که مردم نبینه. و دیگه چیزایی که تیمور جان خیلی نقطه های خیلی خوب اشاره کردن، مثلا انسان ها رو میبینیم از نگاه انسان جسم گرم داره، مثلا هر کدوم ما 37 8 درجه حرارت داریم، او مثلا اونا رو به نقطه سیام نشون میده. اونا فرق از اونا با انجن تیاره اصلا وجود نداره. انجن هر تقریبا یک حرارت نمیدونم تیاره چیز از پترولی است، چند صد درجه باید حرارت داشته باشد. و دویم این که مثلا از پایین هلیکوپتر تا آخر هلیکوپتر اگه نگاه کنیم کدام کنتراست وجود نداره. کنتراست به اون کسی هم تصویری که نا ایجاد کرده کلیگش سیاه است. و همچنین توجه هستیم که سایه نداره هلیکوپتر، سایش کجاست؟ درست. خب دوستان محترم، لینک ویدیو امی ویدیویی که فعلا ما پلی میکنیم در یوتیوب هست. البنیف برادرم یک کمی مقدوتا گواهی دیگه هم داشتم که مانده هنوز، اگر در تصویر کسایی که فیلم میبینه در تصویر بامیان تیوی اگر برین اونجا متوجه میشن که هلیکوپتری که در سایه وجود داره موتور با خود نداره. منظور هلیکوپتر که دو تا موتور کلان داره که تقریبا بالای 200-300 کیلو وزنش هستن و دو دانه تانکر که در بغل هلیکوپتر است، تانکرهایشان هم نیستن. این به نظر میرسه که هلیکوپتر پرخشویش هم اونجا یک نفر آورده روی زمین انداخته و او قطعات دیگهش وجود نداره. و همچنین جای که هلیکوپتر برخورد کرده انسان ها، یعنی با شدت خورده که انسان ها رو کشته ولی یک چوکوری ایجاد نکرده زیر پای خود. اوکی تیمور جان، مو فیلم که شما میگفتین فیلم بامیان تیوی، من او را چه کدام؟ من فعلا او را دسکرین آوردم. البته چیز خیلی خوب اشاره کردین، فیلمی که من میبینم فعلا فضای رو نشان میده که حتما خیلی جای باید نرم و خاکی باشه داره؟ بله، همچنین میبینی که رودخانه تیر شده، زمینای نرم و چی داره؟ گلی داره. شما یک مکانیکل انجینیر هستین و یک اشیایی که خیلی با سرعت بالا در خاک بخوره چی اتفاق میفته؟ خب به نظر من یک اومن کسایی که مثلا یا فوتبال بازی کرده یا مثلا یک سنگ پرتاب کرده در روی زمین، میبینه که سنگ در روی زمین که میخوره از یه خاک باد میشه، یک چخوریگک در جای خود میمونه، مثلا یک جایی که به عنوان امپکت میگه. و اومن هر چقدر زمین نرم تر باشه او جای امپکتش هم مثلا کلانتر هست، یعنی چخوریش کلانتر هست. کوریش کلانتره. بله خب بسیار. حتما یه هلیکوپتر که آلمان نمیم اگزکلی چقدر وزن هلیکوپتر باید، یک چند تون باید باشد نه؟ تخمینی موتر یک تون است؟ موترهای برای موترهای معمولی یک تا دو تون است، مثلا یک فور بای فور رو در نظر بگیر، دوینوم تون است، یک دوینوم تون میره. پس هلیکوپتر یک پنج تون در نظر بگیریم؟ آره نه پنج تون نه، یک هلیکوپتر یک کنیم تون است با سوخت اینا و نفرایی که داخلش بوده شاید دو تون میشه. خود دو تون، دو تون با سرعتی که زمین طرف خود کش میکنه، یعنی در هر ثانیه سرعت میشه دو برابر، باید خیلی یک امپکت کلان ایجاد کرده باشه داره؟ بله درست است، ولی امپکت نظر مشکلی کلان جای امپکت اصلا ما نمیبینیم. البته ما تصویر بدن کمی پیشتر میریم که تا تصویری که بدن از بامیان تیوی گرفته شده از نزدیکتر نشون میده که راجع به او گپ میزنیم. اوکی، ما پلی میکنم تو بگو استاپ. خب اینجا میبینه که مثلا ساعتای دو سه بجاست و این هم اون مقر است که مثلا اتفاق افتاده هم دومون فیلم سیاه و سفید استاپ اینجا. خب اینجا از بیننده های خود خواهش میکنم که ببخشید من دومون نقطه برو میگفه که خودم ببینیم که چی میبینم دومون نقطه تصویر. من چیزی که میبینم که مرجان هلیکوپتر در روی زمین خورده تیکه و پاره شده، از این از من خودم یک فیزیک درس خوندم، از امی تخمین زدم میتونیم که باید یک قوه خیلی کلان، یعنی هلیکوپتر با یک سرعت خیلی کلان در زمین خورده باشد. اگر ما یک تخمینی محاسبه کنیم باید یک گودالی خیلی کلان در زمین ایجاد کرده باشد. و دیگه ای که باید اشیاهایی که تیت شده باشد، چون همه چیز از بال افتاده، باید در واقع یک دایره‌ای باشد مگه نه؟ درسته. همچنین دید باید یک چیزی که واضح است، وقتی که چرخه هلیکوپتر میچرخید او در هنگام سقوط کردن در زمین باید زمین ها رو مثل رخ رخ کنه باید.
درسته. اینجا ما زمین بجز که پرخچه هلیکوپتر زمین رخ رخ نشده نمیبینیم، نه چقوری میبینیم که جای هلیکوپتر خورده و زمین چقور کرده و جای نمیبینیم که زمین رخ رخ کرده باشه. فقط به نظر میرسه که یک نفر را بودیست آورده اینجا دانه دانه چینده، به خاطر که اگر اون فیلم سیاه و سفید که اونا پخش کردن اگه ببینید، در آخرین نقطه که هلیکوپتر سقوط میکنه نویل هلیکوپتر دور میخوره و طرف مقر که است دو طرف میفته، یعنی دومش باید طرف چی باشه، غرب باشه، نوکش به طرف شرق. ولی در این تصویر وقتی ما میبینیم، میبینیم که مثلا دوم هلیکوپتر طرف شرق است، نوکش طرف غرب است و سینه هلیکوپتر که است مثلا به فاصله 5 متر از خود هلیکوپتر دورتر پریده. خب اینا این تصویر به اون تصویری که اونا پخش کردن سر نمیخوره. درسته. ما چند تا مشکلات های دیگه خود از این فیلم میبینم تیمور جان. مثلا اگر تو آشیار اینجا سعی کنی. بله. اولی که گفته خود ادمی آشیار کس مثل که سرزمین مانده شدگی باشد. نه چیزی نبینید در زمین گور رفته باشد اینجا. چیزی میبینید در زمین گور رفته باشد؟ نه چیزی وجود نداره، تو خیلی قطعاتش کم است اینجا، منظور هلیکوپتر کم است، مقدار پرخچایش کم است. منظور از پرخچایش کم است یعنی موتورایش دیده نمیشه. من فکر می‌کنم یک کس موتورای هلیکوپتر نمی باشد. نه یک موتورش دیده میشه، منظورم از پرخچایش مقدارش کم است ایست که اولا هلیکوپتر که در فاصله که اگر اینجا سعی کنی شاید 100 متر نباشه از مقر، در اون فاصله که بیای بخوره این رقمی نمیشه دیگه، اندازه پخش پخش نمیشه. حالا ما فکر می‌کنم که این قسم اتفاق افتاده باشد. وقتی اتفاق افتاده باشد پس یک گوداله خیلی کلان ایجاد شده باشد. درست میگه، ایمپکت ایریا، ایمپکت ایریا خیلی مهم است. مثلا ما فکر میکنیم که او از طرف جنوب هلیکوپتر حرکت سقوط میکرده، مثلا در زمین برخورد کرده و باید ایمپکت بانه و در اینجا ما اصلا جای ایمپکت نمیبینیم. حتی مثلا گیاه چهار طرفش سالم است. گیاهی که منظور هر کی بخورم چرخکش گیاه رو به نظر شما درو نمیکنه؟ درو میکنه، مثل که اونم که امی درو کردنش از اینا یک کار غیر حرفه ای انجام داده، چون اگه سعی کنیم اینمی خودش خیلی چی داره، نه خیلی رای زیاد داره. خب این میمون ببینیم خیلی مثلا ما مشکلات دی تصویر میبینیم و یکی از چیزایی که ما مشکلات تکنیکی میبینیم، مثلا اینجا از تختی سینه هلیکوپتر کنده شده و در سمت چپ تصویر دیده میشه. در این که مثلا اگه هلیکوپتر اگه با سینه خود که در جایی که دیده میشه یعنی چرخکایش بالاست و با سینه خود خورده، در اون صورت هیچ وقت سینهش کنده نمیشه، یعنی اگر سینهش به زمین بخوره به سرش چپش در جای سینهش باید سرش باشه، در جای سرش سینهش یعنی سر چپه. و هلیکوپتر اگر مثلا که پشت خود بخوره یعنی چرخکایش پایین باشه، در اون صورت این اتفاق میفته. درسته، ولی اینجا کس برعکس اتفاق افتاده. درسته. و خیلی قطعاتش کمه، مثلا تانکرایش نیست اینجا، این تصویر ما نمیبینیم. تانکرایش نیست، مثلا یک موتورش نیست، قطعات موتورش نیست، دیگه خیلی چیزایش در تصویر دیده نمیشه. درسته. به نظر میرسه که حتی اینا شاید کمبود قطعات آورده، از یک جای قطعات آورده اینجا پخش کرده و کمبود آورده، اینطوری به نظر میرسه. درسته. نمیفهم شما متوجه شدین یا نه؟ یا چی چیز را؟ اینجان باشد یا چی باشده؟ یک دانه اینجان که خب مسلم چرخه یک ترک پولی شکسته، یک نوکه که بغم داره بوی اینجان نشسته. درسته. خب دوستای محترم چیشون دقت کنین؟ شاید بعضی شما اسکلای فرنزیک داشته باشین که بتونین این مورد تجزیه و تحقیق قرار بدین، اما هیچ وقت یک چیز را به سادگی قبول نکنین که بله. حتما اتفاق افتاده و در عین زمان وظیفه خود ما و شماست که کسایی حتما قبول میکنه ما اونو رو باید ایژوکیت کنیم یا برایش بفهمانیم که نه، همچون اتفاقایی گفته همچون چیزی ما در روی زمین نمیبینیم. برادر انیف، میخواستم یک چند تا نکته دیگه هم اضافه کنم. این طیاره که وقتی که برخورد کنه، مثلا حالا که برخورد نکرد، حالا ما میگم مثلا این برخورد کرده، خود همین نکاتی که ما باید تصویر باید ببینیم، اول که نقطه ایمپکت که باید زمین ها کند پاره شد چقوری به وجود بیاید که نیست، یکی دومین طیاره که پرواز میکنه آیا یعنی داخل خود تانکر سوختی نداشته، پترولی نداشته؟ خب مثلا وقتی زمین در زمین برخورد میکنه در اینجا که میبینیم تکه تکه شده، خب پترولش باید پخش، زمین ها رنگش باید سیاه کنه، رنگ زمین باید سیاه کنه، خاک بعد از باید آتش سوزی چیزی باید رخ بده که گیاه چهار طرف شده قد یک دودانیش بسوزه. ما هیچ
اثر سوخت زمین نمیبینی که چیز روی زمین سوخته باشه اینجا. درسته. متوجه شدی برادر؟ خیلی یک چیز جالب متوجه شد. در صورتی که هلیکوپتر از بیسود طرف کابل پرواز میکنه باید پور بوده باشد. تانکرش باید پر از پترول باید باشه که اون زمینا رو باید رنگش تغییر بده. فکر کنم حتی درم که نگیره باید رنگ زمین سیاه میکنه. درسته. و از جایی که معلومه از لایه های از گیاه میبینی که نه سوختگی است نه تاریکی است هیچ نیست. لایه های انسولیشن هلیکوپتر هم مثل که سوختگی درش وجود نداره. مثلا اینجا ما یک لایه های انسولیشن میبینیم. نمیبینیم دیگه. درسته. در داخل خود هلیکوپتر هم سوختگی وجود نداره به جز چیزی که ما میبینیم. شاید اگر بگیم سوختگی باشد این نمی منطقه اگر بتونیم بگیم اون نقطه گیاه رو میگی مثلا زیر گیاه خود در خود هلیکوپتر مثلا در خود هلیکوپتر ما که اصلا آثار از آتش نمیبینیم اصلا. درست. به خاطر که هلیکوپتر از اقل به اوقدر فیولی که میسوزنه به اوقدر سوخت کامل میکنه مخصوصا سوخت های از اینا خیلی آتش زیاد تولید میکنه. حتی که من نسوزم حتی فکر که حتی نسوزم سوخت نسوزه او باید زمین ها رو مثل که ما روی زمین دیدی که تأمینازی زمین سیارنگ میکنه باید سوخت هم مو رقم کنه. باز از این سوختی است که باراتی پاک نمیشه افتاه ایلا کنی زمین مردار میمانم زمین ایت مثل که قیوری ریخته باشه میشه. ولی اینجا میبینیم زمین پاک میبینیم گیاهای سالم میبینیم گیاهایی که در نگرفته یا تا درو نشده. درسته. و یک چیزی که دوستا باید خیلی متوجه شن میفهمی چرا یک آشیای شما نمیبینید که زمین گور رفته باشد. این آشیا مثلا اینی آشیا که شما میبینید این باید از زمین گور رفته میبود. این پر هلیکوپتر اگر کنده شده باشد این چون با سرعت بالا میچرخند نباید خیلی نزدیک هلیکوپتر میبود خیلی دور میبود و در عین زمان اینا کسته باید خیلی یاد زمین گور میبود یا مثلا یک قسمی یک چیزی طبیعی قسمی نیست خب؟ یعنی چی رو که میبینین یک اتفاق به صورت طبیعی به این شکل رخ نمیتن. درسته. و همین خود لاشه هلیکوپتر هم که میبینید زمین گور نرفته مثل که ماندگی باشد اینجا. خب تیمور جان تشکر از یکی وقت دادی برای ما. تشکر شما این فیلم دوباره برای تو امرای تو شیر میکنم. دوستان محترم یک خواهش شما دارم که اگر فورنزیک ویدیو در ویدیو فورنزیک یا یعنی ویدیو فورنزیک هستین لطفاً امیر موری تحقیق قرار بدین. یک کارای وجدانی میکنین یعنی وجدان خودتون حتما راحت میشه که یک کار خوب انجام داده. تشکر تیمور جان. آخو روزتون بخیر برادر.